به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام به خدمت همه شما هموطنان عزیزم. روز سه شنبهتان به خیر و به سلامت باشه. الهی که روزهایتان همیشه سرشار از موفقیت، خوشبختی، سعادتمندی باشه و عمر با برکت و پر از روزی را برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواهان هستیم. امیدوار هستیم که امروز هم همچنان مثل همه روزها با برنامه روشنا همگام باشین و ما هم امروز در خدمت همه شما عزیزان، شما خانواده های عزیز، شما پدرها و مادرها و همه اعضای خانواده محترم هستیم. شما که به دنبال موفقیت هستین و علاقه من هستین که همیشه موفقیت در زندگیتان تجربه کنین. و اینو بگویم که یک سلام گرم تقدیم کنم به شما عزیزان، شما پدران و مادران عزیزی که همیشه با مدیریت صحیحتان در زندگی موفقیت ها را تجربه کردین. همه ما شما مدیر هستیم در زندگی های خودمان. شما پدر عزیز، شما یک مدیر هستین و شما مادر، بله ما و شما مدیریت های زندگی خودمان را داریم در زندگی، حتی علاوه فردی، حتی علاوه خانوادگی و اجتماعی. ما مدیر رفتارهای خود ما هستیم، مدیریت گفتارها و رفتارهای خود ما را داریم. در زندگی خانوادگی و اجتماعی مدیریت‌های زیادی داریم و نسبت به این موضوع با شما عزیزان می‌خوایم صحبت و گفتگو کنیم که مدیریت در زندگی چقدر میتونه مؤثر باشه، به خصوص درسی از قیام عاشورا که خودش یک مدیریت صحیح و مدیریت بحران بوده و امروز میخوایم که در رابطه با این موضوع با شما عزیزان صحبت و گفتگو کنیم و خانم دکتر رضایی عزیز هم کارشناس برنامه امروز ما هستند. سلام خانم دکتر رضایی و خوش آمدین به برنامه روشنا. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم محضر شما همینطور همین بینندگان محترمی برنامه و عرض میکنم که همینطور که در ایام عزاداری سرور سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین هستیم، خداوندی توفیق رو به ما بده که حق بگوییم و جسارت بیان حق رو داشته باشیم و از حق دفاع کنیم، ولو که او حق به ضرر ما باشه و یا او حق به اصطلاح بر علیه ما باشه، چرا که حق گفتن بله. و حق خواهی و حق طلبی برجسته ترین فضیلت و کمال انسانیست. خدا به ما این توفیق رو بده که با بهره گیری از قیام امام حسین و با تبعیت و پیروی حقیقی و واقعی از نهضت و حرکت امام حسین، انشالله حق خواهی، حق گویی و حق طلبی جزء سرشت و کردار اصلی و اساسی زندگی و یکی از ویژگی های اصلی در شخصیت ما باشه انشالله. الهی آمین. بله، موضوع برنامه اصلی ما به عنوان موضوع کلی تجلی کمالات انسانی در قیام عاشورا و اولین مبحثی رو هفته پیش آغاز کردیم در رابطه با انتخاب صحیح بود و امروز هم در رابطه با مدیریت صحیح با شما عزیزان گفتگو میکنیم. خانم رضایی، مدیریت صحیح خودش یک نوع تجلی کمالات انسانی هست در زندگی. هم میتونیم بگیم تجلی کمالات، هم میتونیم بگیم یک نوع مهارت. یعنی که ما اگر مهارت مدیریت را داشته باشیم در زندگی، مسلم است که ما زندگی موفقی خواهیم داشت. بله. خب اشاره خوبی کردید شما. بحث این که حالا مبحث کلی، چون بحثی است که ما در جلسه قبل هم خدمت عزیزان و بینندگان عزیز ما مطرح کردیم که هدف و غرض ما ایست که با نگاه عمیق‌تر و با نگاه دقیق‌تر مورد بررسی و بازبینی قرار بدیم نهضت امام حسین رو و قیام عاشورا رو، و علاوه بر این که ما از به عبارتی مفاهیم شور و احساسات داری با به اصطلاح نهضت نگاه میکنیم، عزاداری میکنیم، سوگواری میکنیم، گریه میکنیم بر عبدالله الحسین و این به عبارت غم جانکاه رو بارها و بارها در وجود ما تجربه میکنیم که به ما به اصطلاح باور رو بده که باید پای عقیده و پای اعتقادات خودمون بایستیم و از حق دفاع کنیم. منتها در کنار رو اشاره کردیم که باید عبرت آموزی و درس گرفتن و به معنای حقیقی کلمه و تبعیت هم وجود داشته باشه. بعد رسیدیم به این که خب باید یک نوع دیگری ما نهضت امام حسین رو و قیام عاشورا رو با یک نگاه دقیق‌تری نگاه کنیم و یکی از اون نگاه‌ها میتونه که این رو با این نگاه به اصطلاح بپردازیم به بررسی قیام امام حسین، که
آیا با استفاده از این قیام و با استفاده از نهضت امام حسین کدوم ویژگی ها و کدوم خصلت ها رو می شود با استناد به قیام عاشورا و کیفیت برخورد امام حسین و به عبارتی سبک و سیره امام در کلیت این قیام از ابتدا تا انتها و حتی بعد از شهادت امام بس اسارت اهل بیت استفاده هایی بکنیم که با بهره گیری از اونها ان شاء الله بتوانیم شخصیت خودمون و او کمال انسانی برسیم، یعنی اینا رو مطابقت بتیم به زندگی های امروزی خودمون، مثلا کاربردیشون کنیم، خام ظهوری کاربردیشون کنیم که استفاده کنیم. بله. چون صرفا ببینید فقط ای که ما بنویسیم یا حسین مظلوم یا غریب عطشان یا مظلوم مثلا حسین، اگر فقط صرفا با این نگاه به قیام امام حسین نگاه بکنیم بیشتر حالت به اصطلاح او جنبه فقط بعد انسانی و احساسی و عاطفیش مد نظر ماست. بله. ولی قیام امام حسین هم شعور داره و هم شعور، در بحث شعور یعنی بهره برداری فکری و منطقی و پیروی از به اصطلاح در مورد رفتار و سیر و سلوک. بله. که اون بعد به بحث شعوریش بپردازیم و اولی که درک کنیم و باور بکنیم که پیام هایی هست و استفاده های راهکار های بسیار عملی در زندگی می توانیم از عاشورا استفاده کنیم. خانم زهی، همیشه کارشناسان محترم در برنامه گفتن که قیام عاشورا مثل دانشگاه است. بله، مثلا مکتب امام حسین مثل دانشگاه است. وقتی میگه مکتب و دانشگاه یعنی چی؟ یعنی که آموزه هایی داره به ما میده. حتما همینطوره. بله. صرف فقط جنبه نیست که ما فقط عزاداری کنیم و به سر و سینه بزنیم. بله. ولی او دانشگاه و آموزه هایی را که برای ما داره اونا را در نظر نگیریم. احسن به شما. بله، کاملا درست. خب همون بس دانشگاه را اگه مطرح کنیم، ما میاییم مثلا فرض کنیم به عنوان یک محصل یک کردیت اختصاصی را از به اصطلاح منظومه مکتب عاشورا استفاده میکنیم و او بسی است که همونطور که شما اشاره کردین عنوان کلی بسی است که خب ما نهضت امام حسین رو تجلیگاه کمالات انسانی در نظر میگیریم، یعنی یک برهه ای از تاریخ و یک موقعیت زمانی و فقط که محدود در یک زمان نیست که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی کلیت جهان هستی رو درستم. ما محور تجلی کمالات انسانی با بهره گیری از قیام امام حسین در نظر میگیریم. خب هفته پیش ما بس انتخاب پرداختیم، اما این اشاره کردیم شما بس مدیریت. خب مدیریت میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه. حضوری به صورت خاص ما تاکید در این برنامه و در این لحظات و دقایقی در خدمت بینندگان هستیم بس مدیریت هیجان هست. مدیریت هیجان مختلف هستند در ابعاد مختلف از مدیریت داریم که همونطور که شما اشاره کردید پدران و مادران و ما هر کدوم در عرصه‌های مختلف عزیزان ما مدیریت ها رو تجربه میکنن، چه اجتماعی با. حالا چه آگاهانه چه ناآگاهانه، چه میدانن که دارن چه میکنن. گاهی وقتا هم ممکن است که ما یک رفتاری رو به شکل درست و صحیح انجام میدیم بدون اینکه خود ما آگاهی داشته باشیم که در حد کلان داریم رفتار میکنیم. خانم مدیریت همون رهبری است قبل از اینکه وارد بحث بله به نحوی. حالا ببینید نه، مدیریت به معنای رهبری نیست، چون ببینید ما حالا میشود گفت که اداره کردن رو اگر واژه رو بخوایم استفاده بکنیم، یعنی توانمندی ای که من اولا ابزار و وسایل امکانات در دسترس خودم بشناسم. بله. و بعد کیفیت صحیح استفاده کردن از این ابزار رو، چون ما واژه رهبری رو بیشتر در مورد انسان ها به کار میبریم. خب ولی مدیریت ممکنه مدیریت رو حالا شما مثلا مدیریت منابع فرض کنید، منابع وسایل داشته باشید، مثلا مدیریت زمان مطرح بکنید. درست. او دیگه بحث به اصطلاح هیته های خاصی رو مد نظر میگیره، یعنی تا یک اندازه رهبری نمی گنجه. چرا ببینید هستم. ممکن است در بسیار از موارد دو تا با هم ترکیب بشن، ولی اون چیزی که ما امروز بحث ما در مورد مدیریت هیجان است این که من به عنوان یک انسان یک قسمتی از وجودم هیجانات و احساساتم است. خب بله. حالا چگونه می توانم بیا به اصطلاح ما تلاشمان ایست که با استناد به قیام امام حسین و با برگیری از نکات بسیار جذاب و جالب و درس آموز و عبرت آموزی از قیام عاشورا بیایم اینه به عبارت برای خودمان به عنوان یک نسب العین، به عنوان یک درس، به عنوان یک به اصطلاح پیام بسیار بسیار مهم استفاده بکنیم که من به عنوان یک انسان به چه قسم بیایم. خب همه ما در طول زندگیمون دچار هیجانات و احساسات متفاوت میشیم، کما اینکه حوادث و اتفاقات مختلفی در زندگی ما پدید میاد که او حوادث و اتفاقات نتایجشون گاهی وقتا خوب است، گاهی وقتا بد. گاهی وقتا شادی ها به من رو میاره، من بسیار خوشحال میشم و به اصطلاح ذوق زده میشم و شادمان هستم. گاهی وقتا غم ها و مصائب و مشکلات برون به من رو میاره، من دچار ناامیدی میشم، دچار یأس میشم. خب حالا به عنوان یک شیعه، به عنوان یک پیرو، به عنوان محب مکتب سید الشهدا میخوام ببینم که چه قسم میشود به عنوان یک انسان مدیریت کنم هیجانات خودم را. و این بسیار اساس است دیگه، چون این هیجاناتی که شما میگین ما همیشه در او هستیم. بله، به عنوان یک انسان موفقیت ها چه در غم ها و سختی ها. بله.
در هر لحظه زندگی انسان هست، هیجانات داره. بله. و یکی چه قسم این مدیریت چرا من فکر میکنم بسیار گپ مهمه. بله هست. بله کاملا هم با شماست. درست. نکته اول بپذیریم خام ظهوری که همونطور که گفتم حالا ما وقتی که مدیریت هیجانات رو در بر مطرح میکنیم این مدیریت هیجانات هم در خوشی ها و هم در ناخوشی هاست. ممکنه گاهی وقتا فکر کنیم که خب ما برای کنترل احساسات منفی ما نیاز به مدیریت داریم. بعد یاد داشته باشیم که خوشی که خوب است. ولی نکته جالبش اینه که در خوشی ها هم نیاز ما به مدیریت داریم. و چه بسا که گاهی وقتها بسیاری از آدم ها در خوشی هایشان دچار اشتباه میشن. یعنی در هنگام به عبارتی این که شادی ها و خوشی ها و نعمات وفور نعمت و وفور خوبی ها به سمت یکی حرکت میکنه، بعد اون آدم انگار به یک اصطلاح عادی خودمون قره میشه، غرور و تکبر اون رو میگیره و از اون پس دست به کارهایی میزنه که اینمو کارها همو به اصطلاح رفتارها و اصول سلوکش باعث حرکت کردن اون در مسیر بدبختی و یا خدای نکرده انحراف میشه. لذا نکته اولی که لازم هست یادآوری کنیم که ما وقتی مدیریت هیجان رو مطرح میکنیم منظور ما این نیست که فقط هیجانات منفی مون را به اصطلاح مدیریت کنیم. درست. منظور ما ایست که مدیریت هیجان هم در خوشی ها و به عبارت شادی ها و هم در ناخوشی ها و مصائب و مشکلات باید اتفاق بیفته. بعد از یک وقفه نسبت به این دو موضوع با شما عزیزان گفتگو میکنیم و اگر هم سوالاتی در ذهنتان هست حتما با ما در ارتباط باشین. خانم دکتر رضایی هم اکنون پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. برنامه روشنا به صورت زنده و لایف تقدیم شما عزیزان میشه. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحیم کسی نداد جواب سلام هایش را به احترام نبردن نام هایش را تمام مردم نامرد خویش را کوفن به کوچه ریخته حتی غلام هایش را مسیر تنگ مکافات رد شدن دارن خدا بخیر کنن ازدهام هایش را ز کوچه رد شد و گیرم کسی نگاه نکرد ولی چه کار کنم پشت بام هایش را یکیست نیزنشین و یکیست ناغنشین ببین چگونه میارن امام هایش را به این سه ساله به چسبند سکینه میفتن مراقبت کند آخر کدام آیش را مراقبت کند آخر کدام هایش را سپاسگزار هستیم از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده با برنامه روشنا هستین و موضوع تجلی کمالات انسانی در قیام عاشورا و بحث مدیریت. خانم دکتر رضایی گفتن که مدیریت در دو مرحله باید انجام شود، هم در سختی ها و مشکلات و هم در خوشی ها و زمانی که ما در زندگی ما رضایت هست و خوشبختی ها و موفقیت ها داریم. در هر دو مرحله ما باید مدیریت داشته باشیم. شاید سوال براتون پیش بیاید که چرا؟ خب این سوال پرسان میکنیم از خانم دکتر رضایی که خانم رضایی چرا ما در موفقیت ها در زمانی که ما رضایت داریم از زندگی خود ما موفق هستیم خوش هستیم اون زمان رو باید مدیریت کنیم
بعضی وقتا هست که خب زندگی است دیگه، حالا مشکلات خود داره، فراز و نشیب هست، سختی است، موانع هست، مشکلات هست، سختی هست، در این وقتا ما باید مدیریت داشته باشیم. بسیار نکته سوال بسیار خوبی بود و یک نکته مهم در رو هست. ببینید، من یک واژه تحت یک به عبارت کلید واژه یک مفهوم کلی رو مطرح میکنم و بعد این رو توضیح میدم که چرا به چه دلیلی لازم هست که در هر دو حالت. ما یکی از اصلی ترین مفاهیمی که در زندگی یک مؤمن باید بروز ظهور داشته باشه و حتی جالبش است که در مفاهیم روانشناسی مدرن هم بسیار روی او تاکید شده، اصلی تحت عنوان سپاسگزاری، شکرگزاری. خب این نکته جالبش است که اگر چنانچه انسان در هر دو حالتش، هم در شادیهایش و در هم در غمهایش، هم در لذتها و هم در مصیبتهایش نتواند مدیریت کند، اصل سپاسگزاری و شکرگزاری زیر سوال خواهد رفت. چه قسم؟ اگر خوشی به من روی بیاره و من اصل او کسی را که این زمینه را برای وجود آمدن خوشی هاست فراموش کنم، درسته. اگر یادم بره که این نعمت اگر به من روی آورده، درست است که تلاش خودم است، ولی توفیق تلاش خودم از سوی کسی دیگری آمده، اگر به فراموشی بسپرم یا دچار غفلت باشم، وقت در این نعمت ها که به من روی آورده، در استفاده از این نعمت ها و در به عبارتی بهره مندی از این نعمت ها دچار غرور بشم، تبدیل میشم به یکی مثل فرعون و میگویم که انا ربکم الاعلا. پس یکی از روش های مدیریت میتونه شکرگزاری باشه. خب پس ببینید، ای که میگیم که مدیریت کنیم هیجاناتمون را، اگر ما غرق در خوشبختی ها و غرق در لذت ها و شادمانی ها بودیم، هیچگاه او سپاسگزاری را، یعنی هر لحظه، یک روایت بسیار زیبایی است از وجود نازنین امام جعفر صادق علیه السلام، حضرت میفرمایند که بالاترین مرتبه شکرگزاری گفتن الحمدلله این خدای شکرت. حالا الحمدلله شکرگزاری میشود عملی هم باشه، ای که مثلا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هیچگاه به برونیکی نمیرسن مگر از آنچه که دارن در راه خدا انفاق کنن. درست. وقتی خدا به من نعمتی داده رو انفاق کنم. ولی حضرت میفرمایند ساده ترین و در این حال کلیدی ترین نوع شکرگزاری است که همیشه یادت باشه خدایا شکرت، یعنی هر آنچه که من دارم، اگر فرزند خوب و همسر خوب و زندگی خوب و ثروت و آرامش و سلامت و امنیت، هر چه که دارم از آن توست. درست. حالا سپاسگزاری میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه در ورطه هلاکت نیفتم، دچار غرور و تکبر نشم، همون تکبری که شیطان را از بارگاه حضرت سبحان دور کرد. مثلا شیطان رجیم شد به خاطری که تکبر ورزید. اونایی که شکرگزاری نمیکنن، یعنی که همه چیز دارن. بله. همین مثالی که شما گفتین، خانه، زندگی، مال، اولاد، به هر حال دارن دیگه، به حدی که زندگی خودشان را میچرخانن، ولی همه اونها را نادیده میگیرن، شکرگزاری نمیکنن. اگر بهشون بگویی که مثلا چرا شکرگزاری نمیکنی، میگن ما که دنیا خیر ندیدیم، چیز ندیدیم. خب حالا این تا آدمام آیا همون مدیریت ندارن در زندگی؟ یعنی شکرگزاری ندارن؟ این چه قسم انسان هایی هستن؟ خب ببین، این سوالی که شما مطرح کردین، در حینی که شما داشتید میگفتید، یک چیز دیگه به ذهنم اومد. دو مدل میشود. یک سری آدم هایی هستن که در اوج هستن، میگه که اصلا علیاذ بالله مال خودم است، تلاش خودم است، زحمت، یعنی خودم است، استعداد خودم است. حالا نه، یک قسمتش ایسی، قسمت چی ایسی که شما میگید، درسته؟ ای که کسی احساس کنه که اصلا بگه که مثلا بگن خب چرا شکر خدا رو نمی کنی، چرا دست یتیم رو نمیگیری، چرا انفاق نمی کنی، چرا شو؟ میگه خب تلاش خودم است، اونام برن خودشون انجام بدن. خب یک وقتی از اگر این فرض کنیم، اون میشود به اصطلاح خود را محور جهان هستی قرار دادن و اونقدر خودخواهی و خودپسندی و غرور. نکتهش ایست که باور ای چرا دوچار ورطه به عبارتی تباهی میشه، به خاطر اینکه وقتی من خودم را مرکز نقطه هستی بدانم و همه چیز را حول خودم بدانم، از این غافل میشم که ما یک به اصطلاح عضو بسیار کوچکی از جهان هستی هستم، که همون که در برنامه قبلی خدمت عزیزان بودیم که من عضوی از چرخه هستی هستم. اگر احساس منیت در من بزرگ بشه، دیر یا زود یک گوشه از زندگیم دچار یک، یعنی در یک قسمتی، که همون که خود ما اگر واقعا آگاه باشیم اینو میپذیریم، من هر چقدر که قدرتمند باشم، باز در همون حالت قدرتم هم در یک سری عرصه‌های نیازمندم. پس این که همه از آن خودم بوده و من خودم تلاش کردم، من خودم زحمت کشیدم، آدمی که فکر میکنه با استعداد بوده و این استعداد داد از آن خود اوست، اگر یک لحظه مثلا برای چند ثانیه دچار توقف بشه، حافظش از کار بیفته، اون که در همه هستی، همه هستی خودشه، یا همین آدمی که بسیار قرص دچار آلزایمر بشه، یا همین آدمی که بسیار دچار بیماری های عصبی بشه، که طور کلی توانایی استفاده کردن از همون هوش و استعدادی که گمان میکنه از آن خودش از دست بده. این یک مدلش هست. مدل دومش هم که شما گفتی، فکر میگم باز یه خورده میزان او به اصطلاح جنبه منفیش خیلی پررنگ تر از آدمایی که دارن ولی نمیخوان بپذیرن که داریم. درسته. یعنی
در وفور و نعمت هست، همه چیز داره، ولی وقتی از اون میپرسه خب مثلا نمیبینه. این بسیار، این خودش فکر میکنم اصلا اوج بدبختی است. این که انسانی توانایی لذت بردن و بهره مندی کردن از خوشی خودش نداشته باشه، اصلا درکی نسبت به خوشی نداره، معنای خوشی و معنای نعمت رو نمیفهمه. و این به عبارتی میشه گفت که بدبختیش بسیار بسیار بزرگتر از آدمی که نمیفهمه. خب پس ما اینو داشتیم تقسیم بندی میکردیم مبنی بر اینکه چرا بس سپاسگزاری. یک وقتی هست که من در نعمت قرار میگیرم، در خوشی و شادمانی قرار میگیرم، ولی به جهت ای که یادم میره که باید سپاسگزار باشم، باید قدر آن چیزی رو که دارم بدانم که بر اساس این موهبت و به عبارتی سپاسگزاری او نعمتی که من دارم افزون بشه استفاده. چرا؟ چون وقتی ببینید خانم زوری، مثلا تشنه‌ای در بیابانیم، به یک جور آبی وقتی من این آب رو بخورم، بعد در حینی که میخورم از اون لذت ببرم، نیاز تشنگی من رو برطرف میکنه، به من توان میده برای حرکت به جلوتر، برای که برسم به سرچشمه. ولی اگه این آب در حینی که میخورم میگم که این چقدر کمه، این چرا اینقدر تلخه، این چرا گرمه، چرا فلانه، در حینی که میخورم لذتش هم نمیبرم، بعد دیگه باز دوباره آتشی هم از من برطرف نمیشه. چون لذت این جرعه آب را و این که در بیابان به عبارتی من به یک جرعه آب رسیدم قدرش رو بدانم، استفاده بکنم. هر دو آب میخورن. او آدمی هم که آب رو به عنوان یک لطف، به عنوان یک نعمت و نگاه مثبت به او داره، آب رو میخوره، تشنگیش برطرف میشه، انگیزه و توان پیدا میکنه برای حرکت بکنه رو به جلو. ولی اون آدم دیگه هم تشنه هست، همین آب رو میخوره، ولی چون با نگرش منفی میخوره، حتی تشنگیش برطرف نمیشه. بله بله. و همچنان آتشش بیشتر میشه و شکایتش هم بیشتر میشه و توانش برای حرکت کردن به جلو متاسفانه چی پیدا میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. خب پس این بحث سپاسگزاری نسبت به اینکه زمانی که در خوشی هستیم. اما از اون طرف زمانی که در ناخوشی هستیم چه قسم سپاسگزار باشیم؟ یعنی چی؟ این چطور ممکنه آدم در به عبارتی در بلا و مصیبت سپاسگزار باشه؟ نگاهش ایست که ما یک در بحث روانشناسی شاید عزیزان ما بسیار شنیده باشن، میگه که فرض کنید که اگر زندگی رو و جهان هستی رو به عنوان یک پیالگک یا یک گلاسکی در نظر میگیرید، همیشه میگن که یک مقداری در داخل ای آب هست، یک مقداری در داخل ای خالی است. شما به آنچه که ندارید و نیست و به دست نیاوردید نگاه نکنید، به آنچه که دارید. به خاطر چی؟ به خاطر همین مثالی که قبلا زدم. اگر در ته گلاس ما، در ته پیاله به عبارتی زندگی ما، مقدار اندکی آب هست، اگر همو اندک را ببینیم و با نگاه مثبت به اون نگاه بکنیم، باعث میشه که آهسته آهسته توان ما برای افزودن به عبارتی مایه حیاتی اضافه بشه. ولی اگر همو کم رو هم داریم، باعث یعنی باز دوباره با همو کم با نگاه منفی نگاه میکنیم، به اصطلاح شکایت میکنیم و جزع و فزع میزنیم، همو کم از بین خواهد رفت. وقتی میبینیم هیچ چیز دیگه نداریم. و از طرفی وقتی که شکایت میکنیم، یک وقتی از خام زوریم، من در زندگیم دوچار مشکل مادی میشم، بله، مشکل اقتصادی میشم، خب یک وقتی از در وجود خودم قناعت و صبر و توکل و بعد خدای شکرت، خدای به خاطر اون چی که داری شکر در مقابل اونم که دادی، مثلا تلاش هم میکنم مصلحت تو. اگر این کار بکنی لااقل به لحاظ روانی آرامش هم دارم، بله. اما اگر در عین حالی که ندارم، دارم، مشکل اقتصادی هم دارم، شروع به جزع و فزع کردن میکنم، شروع به مثلا گله گذاری بکنم، تنها چیزی که او چیزی که ندارم که دیگه به دست نمیارم، او چیزی هم که دارم یعنی آرامش، یعنی احساس مثبت، نگرش مثبت به زندگی و امید به این که انشالله بله بله در آینده تغییر خواهد کرد، او رو از دست میدم، دیگه هیچی برام باقی نمیمونه. و دقیقاً این موضوعی که شما گفتین و قیام عاشورایی که ما صحبت ما نسبت به همو هست، این شکر گذاری و این مدیریت صحیح را ما میتونیم در قیام عاشورا انشالله الان مطرح میکنیم اصل ماجرا رو. بعد از وقفه و میان برنامه‌ای که تقدیم عزیزان میکنیم، میایم اینا را تطابق میدیم به موضوع قیام عاشورا و ای که چقدر مدیریت صحیح بوده در اون زمان و در قیام عاشورا که اینچنین نام و یادش تا به حال زنده مانده. با ما باشین. علی ابن الحسین را از نظر ابن زیاد گذرانیدند. پرسید چیستی؟ گفت علی پسر حسین. ابن زیاد گفت مگر علی ابن حسین را خدا نکشت؟ گفت برادری داشتم نامش علی، مردم او را کشتند. ابن زیاد گفت خدا کشت؟ گفت خدا جانها را به هنگام مردنشان میگیرد. ابن زیاد خشمگین شد و گفت در پاسخ من دلیری میکنی و هنوز دل داری که با من سخن کنی؟ او را ببرید و گردن بزنید. زینب عمه‌اش در وی آویخت و گفت پسر زیاد، هرچه خون از ما ریختی بس است. و او را در آغوش گرفت و گفت والله از او جدا نمی شوم، اگر او را بکشی مرا نیز با او بکش. ابن زیاد ساعتی به دندو نگریست
گفت خیشی عجیب است، و خدا سوگند که این زن دوست دارد با برادرزاده اش کشته شود. او را رها کنید، همین رنجوری وی را بکشد. علی با عمه خود گفت خاموش باش تا من سخن گویم. آنگاه روی به ابن زیاد کرد و گفت مرا از مرگ می ترسانی؟ ندانستی که کشته شدن ما را عادت است و شهید شدن کرامت؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تشکر میکنیم از همه شما عزیزان، بیننده برنامه روشنا هستین از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری، و موضوع برنامه ما هم تجلی کمالات انسانی در قیام عاشورا و مدیریت هیجانات را صحبت و گفتگو میکنیم، و به این موضوع رسیدیم که مدیریت هیجان در قیام عاشورا و اعضایی که افرادی که در او زمان بودن و در قیام عاشورا با امام حسین علیه السلام و اصحاب امام حسین و یاران امام حسین همکاری داشتن، فعالیت داشتن، و بانوانی که در آنجا بودن، همه اونها میخوایم بررسی کنیم که چگونه مدیریت هیجان داشتن تا اینکه قیام عاشورا مبدل به مکتب عاشورا و دانشگاه عاشورا شد. خانم رضایی، حالا اومدیم مدیریت هیجان را معرفی کردیم برای عزیزان بیننده، و حالا بیایم ببینیم، بررسی کنیم خب مدیریت هیجان در قیام عاشورا چگونه بود، افرادی که در آنجا حضور داشتن چگونه تانستن مدیریت هیجان داشته باشن که تانستن که ما حالا متوجه هستیم که میگیم که خون بر شمشیر پیروز است. خب یعنی این گپ بسیار مهم است، بله، به خاطر همون مدیریت هیجانات بوده. درست، کاملا درست. خب شما یک اشاره خیلی خوبی داشتید به این که وقتی که ما به قیام امام حسین میپردازیم، قطعا از لحظه حرکت امام حسین از مدینه به سمت مکه و بعد از مکه به سمت به اصطلاح کوفه، تمام اینا تک به تک رو میشود یعنی با نگاه ریزبینانه مورد بررسی قرار داد، و اصخایم کن و این کمالات رو جدا به جدا گزینه به گزینه پیدا کرد. نه فقط به عنوان بهره قطره از اقیانوس، یکی از صحنه هایی رو که الان در ایام اسارت خاندان اهل بیت هستیم، به خصوصا در این عرصه وجود نازنین امام سجاد علیه السلام و همینطور قهرمان کربلا بانوی بزرگوار حضرت زینب هستیم، و ما اینا رو میدانیم. یک اشاره خیلی کوتاهی به اندازه وسعت برنامه وقتی که در به عبارت در دستاس ما هست، فقط اشاره میکنم به که ای به این قسم باید الگو برداری کنیم، یک اینجوری به زندگی نگاه بکنیم، به این قسم و به این نتیجه برسیم که چطور میشود عملی با ما بشیم در رابطه با مدیریت هیجان. درست، روایت از امام صادق علیه السلام بیان شده، حضرت میفرمایند هنگامی که سر مبارک حسین ابن علی علیه السلام را نزد یزید ابن معاویه لعنت الله علیه آوردند، علی ابن حسین و دختران امیرالمومنین را وارد بارگاه یزید کردند. ببینید اینجا همه اول یعنی قدم به قدم انگار به تصویر رو بکشیم، مثل اینکه یک به عبارت یک فیلم زنده ای رو که در تاریخ ثابت است و این باید نه تنها در ذهن ما، در قلب ما، در روح و روان ما حک درستان. بشه که باعث بشه که هر گاهی که انگیزه و اراده ای در ما وجود بیاد به تأثیر از همین نگاه و همین تصویر باشه. خاندان کرامت، خاندان عظمت، آنهایی که به عبارتی جایگاهی نه تنها در به عبارتی مسائل مادی و جایگاه مثلا فرض کنید اجتماعی، بلکه جایگاه معنوی و قدسی دارن، بله، به یک مرتبه ای رسیدن که متاسفانه در مقابل کسی مثل یزیدی که با او خصلت‌ها و با او خصوصیات هم به لحاظ شخصی هم به لحاظ فردی هم به لحاظ اخلاقی متاسفانه همه که مرتکب یک همچین ظلم بزرگی و یک همچین به عبارتی عمل شنیعی در تاریخ شده. درست، وقتی که وارد میشن، ببینید اینکه وارد بارگاه شدن در حالی حضرت میفرمایند در حالی امام سجاد حسین علی ابن حسین وارد شد که دست و کتف حضرت رو با زنجیر و قلو زنجیر بسته بودن. بله، یعنی ببینید این تصوری که آدم میکنه انگار به خودش فرض میکنه که بسی باید احساس مثلا خجالت باشه، احساس تحقیر باشه که خب مثلا به این شکل، ولی ببینید کیفیت احساس درد، کیفیت برخورد رو یزید رو میکنه به امام سجاد علیه السلام و میگه که شکر و سپاس خدای را که پدر تو را به قتل رسانید.
ببینید این یک نگاه علاوه بر این به عبارتی که به ظاهر دوچار باعث شدن که در یک جمعی با یک شکلی بزرگواران وارد بشن که خودش به اصطلاح شما باعث یک مثلا درد جانکاه روانی است که به این شکل بیاریم که خب مثلا به تصور خودشون نوعی تحقیر اتفاق میفته. بعد اینکه با زخم زبان زدن، تحریک احساسات کردن، شکر خدای را که پدرت را به قتل رسانی، این جواب حضرت، این که خب حالا برگرده مثلا اهانت کنه، برگرده توهین کنه، مثلا حضرت باز ناله کنه، مثلا اظهار جزع بکنه، جواب بسیار زیبای امام حسین میفرمود، حضرت میفرمود لعنت خدا بر کسانی که به چنین قتل ناروایی اقدام کردن. یعنی تو که میگی پدر من به قتل رسید، پدر من به قتل، هر من تو اظهار سپاس میکنی خدا رو، شادمانی از این که خدا، من میگم خدا لعنت کنه اون کسانی که مسبب این کار بودن. بعد وقتی جواب دندان شکن امام سجاد رو یزید میشنوه به شدت براشفته میشه و بعد دستور میده که دستور داده میشه که گردن امام سجاد رو بزنید. بعد ببینید خب حالا باز دوباره، یعنی یک هجمه ای شده، یک حمله ای شده. خب مثلا ترس به وجود بیاد و خب مثلا اظهار پشیمانی بکنه، نه فلان، جواب امام حسین این همه میشه مدیریت هیجان. حضرت میفرمایند ای یزید، من از مرگ ترسی ندارم. از طرفی ببینید نکته ای که امام، استدلالی که امام میارن، اگر تو مرا بکشی چه کسی دختران رسول خدا را به منازل ایشان در مدینه خواهد رسان، در حالی که آنان سرپرست و محرم دیگری جز من ندارن. یعنی غیرت به اصطلاح همون چیزی که در عرب خیلی جا افتاده است، غیرت مردانگی تو به تو اجازه نمیده. و بعد اشاره خیلی خاصی که به حرم رسول خدا، اینهایی که تو به اسارت گرفتی دختران پیغمبر خدایان، چه تو خب تو مرا بکشی، من از مرگ واهمه ای ندارم. حالا به این فکر کن که اگه تو مرا بکشی چه نه ممکنه به چه شکلی اتفاق میفته، مسئولیتی که داره. اصلا این استفاده کردن درست از واژه ها و اینکه استدلال اگه میکنی، نه این که مثلا از مرگ ترسید یا احساس قدرت رو به طرف مقابل انتقال بده که خب وای تو چقدر جایگاه خاصی داری که توان داری که میتونی منو بکشی. ببینید اینجا به بحث شنیدن سخن امام سجاد، یزید به یک بار خشمش فرو مینشینه و بعد حرکت خیلی متفاوتی انجام میده. از جای بلند میشه، میگه سوهان بیارید، سوهان میارن و شروع میکنه به اصطلاح به تراشیدن اون قلو زنجیر که قلو زنجیر از وجود نازنین امام سجاد باز میکنه. بعدی که این کار انجام میده به حضرت میکنه، میگه ای ابو محمد، آیا میدونی چرا زنجیر رو از گردن تو باز کردم؟ خب حضرت میفرمایند که بله، گویا میخواستی به این شکل بر ما منتی بگذاری. بعد یزید جواب میده بله، به خدا قسم که جز این قصد دیگری نداشتم. بعد حالا یزید برای استدلال خودش آیه از قرآن استفاده میکنه، میخوانه که و ما اصحابکم من مصیبت فبه ما کسبت ایدیکم، آنچه از رنج و مصیبت به شما میرسد اثر اعمالی است که خودتان انجام داده. یعنی به یک معنی باز دوباره متاسفانه حجمه و حمله رو میاره، میگه که این مکافاتی که شما دارید، این چیزی که الان دارید تجربه میکنید، بخاطر کار خودتان است. به اصطلاح شما خروج کردید بر خلیفه، خروج کردید بر امیرالمومنین به اصطلاح خودشان، و بعد حالا این جزای شماست. ببینید این استفاده کردن، حالا اینکه واکنش من نسبت به یک حرف ناحق، وقتی کسی به من به ناحق حمله میکنه، آیا او کنترل کردن هیجان و بعد استفاده این منطقی پاسخ دندان شکن امام سجاد دقیقاً از آیه قرآن؟ فرمایند نه، تو اشتباه کردی، این آیه درباره ما نازل نشده است، بلکه ما خاندانی هستیم که آیه قرآن رو تلاوت میکنن، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ما او خاندانی هستیم که هنگامی که چیزی از دنیا از ما فوت میشه، از ما گرفته میشه، به خاطر اون چیزی که از دستمون رفته دلتنگ و آزرده خاطر نمیشویم. لا تأسوا علی ما فاتکم، چیزی که از دستمون رفت به خاطر او آزرده خاطر نمیشیم، و نیز اگر اقبال خوبی به ما برسد به خاطر او شاد خاطر و مغرور نمیشیم، ولا تفرحوا بما آتاکم. این چیزی که تو ببینید تفسیر بسیار بسیار زیبایی است از اینکه چی، از واقعیت واضح و روشنی که امروز در جهان هستی حاکمه. او به عبارتی به ظاهر تحقیرها، او ظلمها و شکنجه ها، آیا نتیجهش شد که اینها خدای نکرده لازم الله به ذلت افتادن؟ قیامشان بی نتیجه مان، شکست خور؟ نه. چرا؟ و این نکته مهمش، دقیقاً باز دوباره تاکید میکنم، در دو تا، یکی در وجود نازنین امام سجاد علیه السلام و یکی در بیانات بسیار بسیار حکیمانه و قهرمانانه حضرت زینب که استفاده میکنه، یعنی ورق رو برمیگردونه. سرنه‌ای در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. و وجود نازنین امام حضرت زینب، یکی به خاطر تحمل بسیار زیادی است که در مصائب شکرگزارن و سپاس میکنن، دوم به خاطر مدیریت هیجان، یعنی خشم خود رو
ابراز درد و به عبارتی سوگ خودشان را ابراز میکنن، منتها به بهترین شکلی که به عبارتی نه تنها باعث به این بشه که مثلا کسی نگاه ترحم انگیزی اونها داشته باشه، بلکه اصل مسئله رو، قهرمانی امام حسین رو و رشادت و شجاعت امام حسین رو به نوعی بیان میکنن که طرف کلا ورق برمیگرده و مجبور میشه که رسما عذرخواهی کنه و دوباره برگردونه به سلام، میگه برگردونید با عزت و حرمت خاندان پیغمبر رو به مدینه. و این یعنی اینکه ما درس بگیریم، با نگاه عبرت آموز نگاه بکنیم که به ظاهر حتی اگر زمانی در مصیبت و بلا بودیم، درست، از چالش ها و از به اصطلاح مسائل مشکلات فرصت بیافرینیم، بهترین استفاده رو بکنیم. به چه شکلی؟ با اینکه هیجانات خودمون رو کنترل بکنیم. و یکی از بهترین به عبارتی راهکارها همون سپاسگزاری است. خدایا سپاسگزاریم و شکرگزاریم، همون زمانی که بر من خوبی و نعمتی به عبارتی نازل می‌کنی، همون زمانی که دچار بلا و مصیبت خواهم شد. خب بذارید، حضرت زینب سلام الله علیها، امام زین العابدین علیه السلام و بسیاری از شخصیت ها و بزرگانی که هستن، اینها که مدیریت هیجان دارن در شرایط سختی زندگی، چه کردن که این گونه شدن و ما باید چه کنیم؟ وقت برنامه ما فکر میکنم بسیار محدود باشن، ولی خب این یک سوال است که بله خیلی عمالی در ذهن ما هست. من جواب رو ترجیح میدم که از حالا ما کلام خداوند تبارک و تعالی استفاده کنم. احسن، چند دیگه فرصت داریم؟ سر کمتر است. حالا ما اینقدر در زندگی ما خب پر از مشکلات، سختی ها هست، هیجانات زیادی داره ما در زندگی، چی باید بکنیم؟ آنها چه کردن؟ ما چه باید بکنیم؟ احسن به شما. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرمه، پاسخ خیلی به حال من قاصرتر از واستم که بخوام همین چیزی رو توصیه به دوستان داشته باشم، کلام خداوند تبارک و تعالی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. جواب چیه؟ انسان بیتاب و حریص آفریده شده، ذاتاً اینطوریست. هرگاه بدی به او برسد نالان می شود، و هرگاه خیر و خوبی به او برسد بخل می برزد. مگر یعنی چیکار کنیم؟ چطور وقتی که به مصیبت می رسیم تحمل کنیم و وقتی به نعمت می رسیم سپاسگزار باشیم؟ مگر چه کسایی قابلیت رو، این مدیریت رو به شکل درست انجام میدن؟ مگر نمازگزاران، الا المصلین. کدوم نماز خام ظهوری؟ چون ما ویل للمصلین هم در قرآن داریم. وای بر نمازگزاران. خب کدوم نمازگزاران؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. آنان که بر نمازشان مداومت می‌ارزند. فاستعینوا بالصبر والصلاة. با صبر و نماز کمک بگیرید. کدوم نماز؟ نماز ببینید یاد خداست. به عبارت ساده تر، نماز دائمی، نه اینکه شما امکان نداره که یک آدم دائم در حال نماز خواندن باشه، ولی وقتی میبینیم ما در نماز میبینیم الحمدلله رب العالمین، اولین واژه چیست؟ سپاسگزاری. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی من با توکل کامل همه چیزم رو به خود به تو سپردم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب، همیشه طلب ادا خدای مرا در زمره گناهکاران. بله، حساب بله. یعنی نگاه همیشه هوشیارانه داشتن. خدایا مرا از تو خواهانی هستم که مرا هدایت کنی به صراط مستقیم و مرا در صراط کسانی که یعنی نگاه به اصطلاح این که میفرماید هم علی صلاتهم دائمون، دائما در نمازن، یعنی دائما این حالت خضوع و خشوع و حضور حضرت سبحان رو. ما در نماز اصلی ترین چیزی که تاکید میکنین که بدانید دارین با کی صحبت میکنین، در محضر چه کسی هستید. خشوع و خضوع در نمازی است که انسان به عبارتی اصل رفتاری رو که داره انجام میده که در محضر خداونده، و بعد شروع کنه به ذکر گفتن و صحبت گفتگو کردن با خداوند از طریق آیات قرآن، مثلا حمد رو میخونیم یا سوره میخونیم. این دائما در نماز بودن یعنی دائما مراقب بودن. جمله معروفی است از حضرت امام، حضرت میفرمایند که عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. دائم در نماز بودن یعنی همیشه مراقب بودن، همیشه مواظب بودن. و همون باز تاکید میکنم، ما در اولین آیه از سوره مبارکه فتح که به عنوان فاتحه الکتاب هم هست، میفرمایند الحمدلله رب العالمین. سپاسگزاری در همه حال و نگاه به بالا داشتن در همه حال، دائما در نماز بودن یعنی دائما رابطه با خدا داشتن، چون نماز به عبارتی اصلی ترین راز و نیاز ما با خداست و بهترین کامل ترین شکلشه. پس معنی ساده ای که میتونیم، حالا باز تاکید میکنم در با استفاده از کلام خدا، توصیه خیلی به اصطلاح مستدل و محکمی با استفاده از قرآن داریم برای همه عزیزان، اینی که هم بر اون نمازی که منظور نماز خاصی که میخوانیم در، هم به اینکه به مفهوم نماز، به رابطه با داشتن با خدا، صلات و معنی و قرار ارتباط با خدا، انشالله توجه داشته باشیم که هیچگاه نه دچار غرور بشیم خدا نکرده، و نه دچار یأس و ناامیدی. انشالله راهکار خوبی هست، انشالله که مداومت داشته باشیم و همیشه در رأس برنامه های زندگی ما نوشته باشه و برنامه ریزی شده باشه. تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده، و موفق، پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.